امروز میخواییم با هم دیگه یه دسر کارامل بسیار خوشمزه و عالی درست کنیم. تا آخر ویدیو همراه من باشین. برای شروع اول کره رو داخل یه تابه میریزیم و بعد روی حرارت ملایم میذاریم تا کره شروع به ذوب شدن کنه. بعد اینکه کره ها کاملا ذوب شدن بهش آرد رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. موقعی که داریم هم میزنیم آرد این حالت گوله گوله رو به خودش میگیره. همینطور چند دقیقه به هم زدن ادامه میدیم تا اون بوی خامی آرد گرفته بشه. حالا شیر رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. تو این دسر ما باید شیر رو مرحله اضافه کنیم و هر بار که شیر رو میریزیم باید خوب موادمون رو به همدیگه مخلوط کنیم. ویدیوی قبلی یه اسکونز شکلاتی خیلی خوشمزه بود که اون از این قسمت بالا میتونین ببینین. آخرین تیکه شیر رو هم اضافه میکنیم و روی حرارت ملایم مرتب هم میزنیم تا موادمون کم کم شروع به غلیظ شدن بکنه. همونطور که دارین میبینین موادمون داره کم کم غلیظ میشه و ما همچنان به هم زدن ادامه میدیم. وقتی که از کناره ها شروع به جوشیدن کرد به دسر شکر رو اضافه میکنیم و دوباره خوب به همدیگه مخلوطشون میکنیم. تو این مرحله یکی دو دقیقه روی حرارت نگه میداریم و بعد دسر ما آماده است. دسر رو از روی حرارت برمیداریم، بهش وانیل اضافه میکنیم و دوباره با همدیگه مخلوط میکنیم. یه حالت غلیظی داره. حالا داخل مخلوط کن میریزیم و یه کوچولو با همدیگه مخلوطشون میکنیم تا صاف و یک دست بشه. ببینین دسرمون چه غلظت عالی داره. حالا داخل ظرف دلخواهمون میریزیم. من داخل این لیوان های کوچولو ریختم که شما میتونین داخل ظرف بزرگتر هم سرو کنین. بعد اینکه همه دسر رو داخل ظرفامون ریختیم میذاریم که نیم ساعت توی یخچال استراحت کنه. توی این فاصله سس کاراملی رو آماده میکنیم. داخل یه ظرفی نشاسته و آب سرد رو با همدیگه مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشه و بعد میذاریم کنار. حالا شکر رو داخل تابه میریزیم و روی حرارت ملایم میذاریم تا به این حالت شروع به ذوب شدن بکنه و رنگ شکر عوض بشه. فقط دقت کنین که شکر نسوزه. به این حالت که رسید بهش آب اضافه میکنیم. اولش اینجوری سفت میشه ولی روی حرارت که نگه داریم شکرها آب میشن و این حالت یک دست رو به خودش میگیره. حالا بهش مخلوط نشاسته و آب که آماده کرده بودیم و اضافه میکنیم. قشنگ با همدیگه مخلوط میکنیم. چند دقیقه روی حرارت نگه میداریم تا این حالتی بجوشه و کم کم غلیظ بشه. میذاریم تا کمی از گرما بیفته. دسرها رو از یخچال میاریم بیرون و روی هر کدوم از این ژله کاراملی میریزیم. و بعد دوباره داخل یخچال میذاریم تا کاملا سفت بشه. اگه یه شب بذارین خیلی بهتره. اینم از یه دسر کارامل، بسیار خوشمزه و عالی. امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. واسه دیدن آموزش‌های بیشتر کانال منو سابسکرایب کنین و روشن کردن زنگوله هم یادتون نره.